درود بر شما بارزه بهترین ها دارم حالتون خوب باشه اینترنت که شد ازار نظرها داره میبینیم از داخل ایران میبینیم که اصولگرها ها شهامت پذیرش اشتباهات خودشون رو ندارن و همچنان بر همون تبل جهالتی که قبلا داشتن دارن میکوبن با اون تئوری پردازی پرتز... های غلطی که داشتن و اینا اصولگره همه رو همیشه متهم میکنن به بیوسیرتی ولی خودشون بی واقعا غزنفره به تمام معنا کسایی بودن که آتش فتنه رو دمیدن توش اینها شروع کردن حتی اون سال 96 هم باز اصولگره آتشش رو دمیدن چرا؟ چون یک بدبینی بدخیم دارن و هر کاری دولت و روانی انجام بده رو اینا با چشم بد نگاه میکنن و توطعه نگاه میکنن به دستور آمریکا و اسرائیل نگاه میکنن و یک کار بزرگ میهنی و ملی و درست که انجام داد باز به چشم بد و توته و فتنه نگاه کردم و متاسفانه حتی اگر روحانی از برجام هم خارج بشه حتی اگر از امپیتی هم خارج بشه دوباره همین اصولگره ها اصولگره, ها اصولگره های غزنفر و اصولگره های بیبسیرت داد و فریاد میکنن که حسن روحانی به دستور اسرائیل از امپیتی خارج شد تا کشور رو در مخمسه قرار بده متاسفانه اصولگره ها دلشون رو نمیتونن از کینه و نفرت پاک کنن بعدشون خوب یعنی خیلی اونا که فهمیده هستن هم کم نیستن ولی دیدم که این کوچک زاده که عکس امرو آس گذاشته بود و رسما به روحانی گفته بود حروم زاده و از کسایی بود که آتش فتنه رو دمیده بود دوباره یه پست گذاشته با پست های جلی درست کردن که رهبر بر از اینکه گفت من حمایت میکنم زیر گریه گفت من کاری دیگه نمیتونستم بکنم یعنی رهبر همیشه آدم ضعیف رو که همیشه در ناچاری تصمیم میگیره تعریف میکنن تا جهالت خودشون رو توجیه کنند این احمقا که بی بصیرت هستن داستان, پرا... داستان سرایی میکنن افسانه پردازی میکنن که رهبر تصمیم های بسیار درست و انقلابی و به نفع کشور و تاریخ کشور میگیره رو در شرایط قرار بدن که رهبر مجبور شد از روحانی حمایت کنه بابا شما خودتون در فهم مشکل دارید در بصیرت مشکل دارید چرا از رهبر مایه میذارید چرا فکر نمیکنید رهبر با استدلال درست همیشه تصمیم میگیره نه اینکه برای تصمیم که خوشایند شما نیست رهبر در فشار و تنگنا و مجبور بوده مثلا حمایت کنه از دولت در حالی که این کار رهبر شاهکار بوده شاهکار تاریخی بوده نقطه قوت او بوده بس شما در تبدیلش میکنید به نقطه ضعف رهبر در حالی که این کار تاریخی بوده اینقدر اهمیت داشته این کار رهبر و بسیار کار درست و بر پای دشمن شناسی دید. چون میدونست دشمن چی میخواست چون میدونست دشمن چی میخواست حمایت کرد و درست چیز رو بر به نتیجه آورد به بار آورد که دشمن دقیقا اون رو نمیخواست و درود بر رو من گفتم فرسنگ ها فاصله دارن حتی اطرافیان رهبر حتی مدعیان زب در ولایت رو بفهمن که رهبر کیه و چه پایه و معیاری رفتار میکنه در تصمیم سیاسی کشور چون اون بیرون دشمنان خودش رو میبینه میدونه که دشمن چی رو میخواسته چه تصمیمی میخواسته القا کنه یا چه چه تصمیمی میخواسته تزریق کنه و از واکنش دیگه دیدم که این مناز افشار رسما ضد انقلاب شده رسما ضد ایران شده دیگه هیچ امیدی به اصلاح این کس نیست چون نان حرام خورده به نظر من کسی که نان حرام خورده هدایت شدنش و بازگشتش خیلی سخته و از تمام تجزیه طلبها تروریستا و از این خبرگزاریهای نفوذی که یک چیز توییت میزنن ضد انقلاب و حکومت و ایران پشتیبانی و حمایت میکنه بدون که اصلا خیلی از اونا رو بشناسه حتی و خانم افشار اون نیم بند هم که گذاشته توی اون تلنت اونم دیگه وردار چون که شما ایران برگردنی نیست کسی ایران رایت هم نمیده اگه بخوای ایران برگردی و افکارت هم غلط و ضد ایرانی هست و جالبه چه نفرتی هم داشت از حشد شعبی و بچه های عراق که برادرای ما هستن حشد شعبی هستن که از بازوان امام زمانه حوسی از بازوان امام زمانه فاطمیون از بازوان امام زمان هستن و از همه اینا نفرت داره بس من انقلابه دیگه اونو بدونه که موزگیری های به زودی خیلی بدتری هم انجام خواهد داد و یک لسانجلیسی به تمام خواهد شد و دیدم که این خانم شیلا خداداد به مرد پست گذاشته که آقای مردم خوشحال نباشید اینترنت وصل باشه چرا از بحث اصلی فراموش کردید بحث اصلی بنزین بوده چرا فراموش کردید این چقدر احمق پوپولیسته تو که شاید ابر مل... میلیاردره یه جراح خود هم که واسه توپه و تو که ماشین مثلا پرشه و کمری اینو داری قصه بنزین 2000 تومانی شما دلتون برای مردم نگ... نگید که میسوزه من خنده میگیره شما سلبریتی‌ها سلبریتی های که همیشه بلنگو و ابزار بازیچه نیروهای خارجی ضد میهن هستید نگید که دلتون برای مردم میسازه من واقعا خندم میگه بعد اینا چرا قصه بنزین دوست دارم بنزین هزار تومانی بزنه شما باید سلبریتی ها بنزین سی هزار تومانی بزنید واقعا شرماوره که کسی شما کارت سوخت دارید این خیلی خنده داره بعد یک پوپولیست به تمام معنا مغزشون نگاه کنین این علی کریمی من همینطور مغز اصلا مغز در گنجش که مغز ندارن منافع کشور رو تشخیص بدن کجا منفعت کشور رو که باید حمایت میکردن اوج شعور هر کس در این قضیه این بود که مثل رهبر حمایت کنه بی خود نبود من گفتم رهبر اینجا پادشاه فرزانگان است چون از همه بیشتر فهمید بیشتر تشخیص داد تازه به مرور یه روز دو روز نشد این تر معلوم شده به که خیلی زیاد میشه منافع این کشور به همه برمیگرده و خیلی از این شرمنده خواهند شد با این وضع موزگیری پوپولیستی که انجام دادم اقتصاد کشور جهش پیدا خواهد کرد و برکات عظیم خواهد داشت و دشمن نمیخواست من این تصمیم مهم رو بگیریم که منجر به شکست تحریم میشد و تازه نواقصش هم برطرف کنن خیلی وقت کارت سوخ نداشته باشن تو این کشور بیخود دارن باید گرفته بشه به جاش به درک های پایین بیشتر رسیدگی بشه و کمک بشه بنزین 3000 تومانی هم باید سمیوندی بشه سه لیتر و بنزین آزاد بدون کارت سوخت و 30000 تومان باشه یعنی یه راند کامیون ترکیه ای که میاد با باک اضافه زیر ماشینش که بنزین رو قاچاق کنه ببره اصلا خیلی از این سودشون از این قاچاق بنزینه تفاوت قیمت نگاه کنید هزار اون هزار تومن بود ترکیه 20 هزار تومن 20 برابر سود یک لیتر آخه کدوم اقتصادی در دنیا اینقدر سود داره که شما یه جا سرمگذاری کنی 20 برابر سود داشته باشی امکان نداره خب این طرف بیاد مثلا روزی 1000 لیتر یک نفر روزی 1000 لیتر بنزین رد کنه اون یعنی 20 برابر سود کرده میشه چقدر در واقع هزار لیتر با 19 هزار سود در نظر بگیدی شما 19 میلیون این همه سود داره واسش خب برای چی باید تاراج بشه سرمایه کشور و دولت اینجور مفت بده به همه غارت کنن و تاراج کنن باید سوخت آزاد که لازم نیست بنده بشه بشه سی هزار تومن اون فقط برای توریستا کامیونهای خارجی و برای خارجی های که من ایران با ماشین خودشون کارت سوخت ندارن و برای برای طبقه اشراف ایران و حتی سلبریتی ها اینو با سوخت 30000 تومانی بزنم اما سوخت های سهمیه بندی شده با سه تا باشه همین 1500 تومانی که هست که باید اصلاحات بشه خیلی نباید این 1500 تومانی داشته باشن ظلمه مثلا اونایی که درآمد زیاد دارن سلبریتی ها که بالای 5 6 میلیون حقوق دارن یه فردی که 5 6 تا ماشین داره اینا نباید از کارت کارت سوخت 1500 تومانی داشته باشن بعد سوخت 3000 تومانی و 7000 تومانی هم سمه بندی به ترتیب سر پنجال لیتر لیتر باشه تا ما هنوز وضع مردم بهتر میشه هرچی سوخت گرونتر رفای عمومی بیشتر اینو من با قاطعیت میگم با تجربه در کشور خارجی میگم هرچی سوخت گرونتر رفای عمومی ملت بیشتر نظم بیشتر برنامه‌ریزی بیشتر بیشتر تولید ما،, تولید ما بسیار درست و بر اساس یک چارچوب درست پیش خواهد رفت با رقابت طبیعی نه تولیدی که با رانت و با, اختص... با سوبسید دولتی باشه در دنیا جایی برای رقابت نداره حتما باید با در یک فضای رقابت طبیعی ما بتونیم در دنیا در اقتصاد پیشرفت کنیم نه با یک سوخت مفت دیگه از این واکنش که دیدم یک کاریکاتوریست کارکورت... دیگه دیدم که باز مبنی به اینکه مردم رو گول زدن با اینترنت و خوشحالن و انزین رو فراموش کردن نگاه کنید چقدر این خبرگزار خبرگزاری ها و خبرنگارها پوپولیستن ها. هم پوپولیستن هم آمدن هم معمورن و یک مسئله مهمه میانی که منفعت ملی در اون هست رو اینا هنوز تشخیص ندادن نتونستن بدن چون کینه دارن از انقلاب از رهبری هر کاری بکنن رهبری خط انقلاب اینها کینه دارن و مثل همین اصولگرای غزنفر ما با بدبینی نگاه میکنن و کسی تو ایران دنبال منفعت کشور نیست همه دنبال منفعت شخصی همه چیز در ایران با منفعت شخصی سنجیده میشه و کسی نمیگه برای من برای ایران من برای کشور من کسی به فکر این چیزا نیست متاسفانه بخاطر همین میگم میهنگرایی و ایرانگرایی یک داروی به قول یک دوستمون شاهین داروی تلخی ولی بسیار شفا بخش و مستری از ایرانگرایی و میهنگرایی و همه یاد بگیریم منفعت کشور ترجیح داره بر منفعت شخصی ما زدیم که فریاد عدالت ما باید بلند باشه اجازه ندیم طبقه اشراف در کشور شکل بگیره نظارت های لازم باید باشه جنبش های ادالت خواهی زد اشراف و طبقه اشراف قوی باشن و حمایت از منفعت ملی و منفعت کشوری نباید به معنی حمایت از طبقه اشراف باشه ما این دوتا رو از جدا میکنیم ما جنگمون رو با طبقه اشراف داریم و دنبال اصلاح سیستم های تولید کننده طبقه اشراف هستیم و سیستم تولید کننده برابری انسانی و امام زمانی ما دنبال اونیم زمین که تلاش میکنیم سیستم های تولید طبقه اشراف رو از بین ببریم از منفع مل... ملی کشور حمایت میکنیم منفع ملی کشور به این معنی نباید بشه که حمایت از طبقه اشراف ایران که کل سرمایه کشور رو حالا در دستشون بانکها، بانک ها در دستشونه در قضیه آتش زدن و بانک ها ما بیشترین دشمنی رو با بانک ها داریم بانک ها رو غارتگر میدانیم ولی باز این به این معنی نمیشه که شما با آتش زدن بانک به از سیستم بانکی رو اصلاح کنه که اون بانک ها دوباره پولش رو از خدا مردم میگیرن برای خسارتهایی که به اینا وارد شده بلکه تنها مبارزه با بیادالتی آگاهیه ملت تو با آگاهی نرسن. به سیستم های تولید کننده طبقه اشراف و نابرابری آگاه نشن یکیش همین بنزینه چرا علی کریمی کار... و از افشار و شیلی خداداد ابر میلیاردر رو پرستو سالی بقیه برن بنزین هزار تومانی بزنن اینا همینا که بخشی از این 2500 میلیارد خسارتی که به کشور زدن همین تحریک به اختشاش همین آقایون سلبریتی بوده که باید دولت از هر کدومشون به نظر من یه میلیارد تومان غرامت این بانک و اتوبوس و آمبولانس‌ها ها رو ازشون بگیره هر کدوم از اینا که تشویق کردن یکی از همین شیل خدا داد باید ازش یک میلیارد دو میلیارد خسارت بگیرن که دیگه اینجا مردم تشویق نکنه که بیان برای اختشاش و ملت باید طرف کسایی باشه که دنبال برابری و عدالت هستن بنزین قضیه بنزین یک کار بسیار مهم به سمت عدالت بود و الان به که ما داد بزنیم سر قضیه به این مفیدی برای کشور داد بزنه که آقا چرا باید سلبریتی بنزین کارت سوخت داشته باشه طبقه اشراف کارت سوخت داشته باشن چرا پورشه کمری اینا همه باید کارت سوخت داشته باشن ماشین های خارجی بالا صد میلیون اونو باید بنزین هزار تومانی بزنن اینجوری باعث میشه ماشین خارجی بسیار ارزون میشه تو کشور هیچ کس نگاه نمیکن طرفش هم نمیره دیگه پرشه و ماشین خارجی و بی ام و اینا اصلا واسهتون آرزو نمیشه چون که دیگه کسی جرئت نمیکنه بره بخره با بنزین 30000 تومانی اون موقع هر کس عشق شدید داره حاضر میشه بنزین 30000 تومانی بده هر کسی میتونه بره پرشه بخره تویتا بخره میز خارج هم اینطوره هر ماشینی دلت بخواد میتونه بخری ما تو کسی نمیخره چون بنزین گرونه دیگه به خاطر همین من میگم آرزو دیگه واسط نمیشه ماشینای مدل بالا وقتی بنزین گرون باشه و اصلا تقاضا میاد پایین تقاضای کاذب تقاضای کازه بیاد پایین کیفیت خود را در کشور میره بالا ما هر حرفی در دنیا برای گفتن خواهیم داشت فکر ما میره به سمت تکنولوژی های خود هیبریدی خودروهای برقی خودروهای با منابع دیگه انرژی و تا کی میخوایم همجور در جا بزنیم سی سال چل سال با بنزین هزار مفت اصلا بدبختی ملت ایران بنزین مفته هر چی بدبختی میکشیم بنزین مفته و هر چی گرونتر هر چی گرونتر بعد رفاه عمومی ملت و شکوفایی اقتصاد ما بیشتر است در آخر دوباره من از اطلاعات سپاه دوباره میخوام حتما خبرگزاری ها و خبرنگار ها این رمز اصلی نفوذ به کشور هست و اونا سرباز های اون جریان هستن خبرگزاری ها رو رسد کنید مخصوصا همین خبرگزاری انقلابی رو اون آدم های خودشون رو دارن تو این دسته ها عامل اصلی انحراف تفکر مردم هستن خبرگزاری ها بسیار مهم است. Petrut.